دوم پتروس فصل سوم. ای عزیزان، این دومین رساله است که به شما می نویسم. در هر دو رساله کوشش کردم که با یادآوری این مطالب افکار پاک شما را برانگیزانم. می خواهم سخنانی را که پیامبران مقدس در گذشته گفتند و حکم را که خداوند و نجات دهنده ما به وسیله رسولان خود به شما داد به خاطر شما بیاورم. پیش از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاص پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی می کنند و خواهند گفت: آن کسی که وعده داد که می آید کجاست؟ از زمانی که پدران ما مردند همه چیز هنوز امان طوری است که از زمان خلقت دنیا بوده است. آنان عمدن این حقیقت را فراموش می کنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است و همچنین با آب بود، یعنی آب سیل که دنیای کهن ویران شد. اما این آسمان ها و زمینی که اکنون می بینید به وسیله امان کلام خدا نگه داشته می شود تا در روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به جزای خود یعنی هلاکت خواهند رسید با آتش نابود شود. اما هی عزیزان، این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز می باشد. خداوند در انجام آن چی وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان می کنند دیر نمی کند، بلکه با صبر شما را تعامل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه می خواهد همه از گناهان خود توبه کنند. روز خداوند مانند یک دست خواهد آمد. در آن روز آسمان ها با صدای باد شدید ناپدید خواهند شد، عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هر چی در آن است ذوب خواهد گشت. حال که همه این چیزها به این صورت نابود خواهند شد، زندگی شما باید چقدر پاک و خدا پسندانه باشد و شما باید در انتظار روز خدا باشید و طور کار کنید که آن روز زودتر برسد. آن روزی که آسمان ها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از حرارت آن ذوب خواهند گردید. اما خدا آسمان های نو و زمین نو وعده داده است که در آنها عدالت برقرار خواهد بود و ما در انتظار اینها هستیم. پس ای دوستان من، چون در انتظار آن روز هستید، نهایت کوشش خود را بنمایید که خدا شما را در آن روز با رفتار صلح جویانه و پاک و بی عیب بیابد. خاطر جمع باشید که صبر و حوصله خداوند ما برای نجات شما هست، همچنان که برادر عزیز ما پولس نیز با استفاده از حکمتی که خدا به او عنایت کرد به شما نوشته است. او در تمام رسالات خود درباره این چیزها می نویسد. در این نامه ها گاهی مطالب دشواری هست که مردمان نادان و ناپایدار از آنها تفسیر غلط می کنند، همان طور که با قسمت های دیگر نوشته ها هم رفتار می کنند و از این را علاقت را نصیب خود می سازند. اما ای عزیزان، چون شما این را می دانید، پس متوجه خود باشید که مبادا با وسیله تعالیم غلط مردمان شریر گمراه شوید و از جایگاه امن خود سقوط نمایید، بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح دائما رشد و نمو کنید. جلال بر او باد از آل تا به ابد. آمین.